در برنامه اول من بیشتر در مورد مجموعه نهادها صحبت کردم، نهادهایی که در جمهوری اسلامی وجود داره و افراد کمتر به خودشون اجازه میدن که پا رو از این در محدودهی که براشون تعریف شده فراتر بگذارن و در مورد چیستی یا چگونگی این نهادها سخنی بگن. بحثم در این بود که بسیاری از نهادهایی که امروز در ایران وجود داره، مثل سازمان رادیو تلویزیون دولتی، سپاه پاسداران، مجمع تشخیص مصلحت، خبرگان، نهاد ولایت فقیه، اینا همه نهادهای زائدند و از میان رفتن اینها، انحلال اینها هیچ مشکلی برای جامعه ایران ایجاد نمی کنه. شما کافیه تصور کنید روزی رو که در ایران این نهادها وجود ندارند. مثلا دادگاه انقلاب وجود نداره، دادگاه ویژه روحانیت وجود نداره، هیچ اتفاقی در ایران نمیفته. یعنی کارکردهایی که باید جامعه داشته باشه داره و بسیاری از کارکردهای منفی و خساراتی رو که این نهادها به بار میارن سالانه، اون خسارتها هم دچار جامعه نمیشه. من تو برنامه فراموش کردم که بگم هزینه‌ای که این نهادها دارن، خود نهاد ولایت فقیه به تنهایی سالانه شاید بیش از 100 میلیارد دلار هزینه داره برای کشور و نهادهای دیگر، سپاه پاسداران، سپاه قدس که الان سالانه شاید حدود 10 میلیارد دلار فقط در کشورهای خارجی توی برنامه‌های نظامی که داره هزینه میکنه، این نهادها اگر حذف بشن شاید سالانه 200-300 میلیارد دلار هم به نفع کشور باشه، چون اینا بسیار پرهزینه هستن این نهادها. در برنامه دوم بحثم در مورد مسئله احترام بود و احترام به افراد یا نهادهایی که مقدس شمرده میشن، در حالی که اونها هیچ احترامی برای دیگران قائل نیستن، اما خواهان این هستن که احترامات ویژه‌ای افراد برای اونها قائل باشن. این مواردی از این احترام‌های در واقع مبتنی بر بی احترامی به خود صحبت کردم، در مورد حجاب، در مورد روزه، در مورد بسیار از احکام شریعت که روحانیون با عنوان احترام به اهل دین اینها رو بر مردم تحمیل میکنند. صحبت همین بود که اینها اگر افراد اینها رو رعایت کنن در واقع دارن به خودشون بی احترامی میکنن اگر واقعا اعتقاد ندارن. در این برنامه بحث من در مورد برخی دیگر از مفاهیم یا دیدگاه هایی است که روحانیت شیعه در جامعه ایران عرضه کرده و اینها رو چنان در لفافه ای از تقدس پیچیده که افراد کمتر جرأت میکنند که اینها رو تحت پرسش قرار بدن. نه فقط جرأت اجتماعی که خب هزینه داره، بلکه حتی جرأت اعتقادی هم نمی کنند که اونها رو تحت پرسش قرار بدن. بحث هم عمدتاً در مورد مسئله امام زمان و امام دوازدهم شیعه هست. اما قبل از اون یکی از دوستان برنامه برای من ایمیل زده بود که این بحثایی که شما می کنید خب تا اونجایش که نقد دولت هست و نقد حکومت هست مورد پذیرشه، اما در مورد باورهای دینی وقتی صحبت میکنی، در مورد پیغمبر، معجزه، کلام خداوند یا خود خداوند و امثال اینها میتواند برای بسیاری که دیندار هستن برای اونها خوشایند نباشه. در ابتدای برنامه خدمتون عرض کنم که یکی از اموری که اصولاً اساسش بر خوشایندی و ناخوشایندی افراد گذاشته نشده آزادی بیان هست که و در دل اون هم نقد دین و باورهای دینی و نهادهای دینی است. اگر شما قرار باشه که صرفاً بر اساس خوشایند دیگران سخن بگید، هیچ کس نباید لام تا کام حرف بزنه، چون از سخن شما یه دی ممکنه خوششون نیاد، از نقد شما یه کسی ممکنه خوششون نیاد. البته یک محدوده ای هست، من احترام به فرد، احترام به افراد رو کاملا متمایز میدونم از احترام به باورها و عقاید، چون اون احترام به افراد، به هر فردی به اسم حسن و حسین و داریوش و کوروش و اینها، احترام به اینها به نظر من لازم هست، باید به افراد احترام گذاشت. اما باورها اختصاص به فرد خاصی ندارن، باور به خداوند، باور به پیامبر، این ملک اختصاصی کسی نیست، اینها رو می شود مورد نقد قرار داد. به عنوان مثال همین بحثی رو که در مورد خدا این دوست عزیز ما گفته بودن، به نظر من
در عین اینکه به افراد دیندار و به نظام باورشون باید در واقع اونها آزادند، حق دارند که هر نظام باوری رو میخوان داشته باشن، اما حق افراد دیگر هم هست که این دیدگاه ها رو مورد نقد قرار بدن، همونطور که دینداران دیدگاه های غیر دینداران رو مورد نقد قرار میدن. از همین جهت هم هست که من معتقدم، یه بحثی رو داشتم در یکی از برنامه در مورد پنج لایه دین، اسلام عبادت، اسلام جماعت، اسلام هویت، اسلام شریعت و اسلام قدرت. بحث این بود که در محدوده اسلام عبادت، جایی که مردم عبادت میکنن اما به دیگران زور نمیگن، تحمیل نمیکنن، خب ضرر به کسی نمیزنه و افراد به نظر من باید در همه جوامع آزاد باشن. یا اسلام جماعت، یا گروهی از دینداران دور هم جمع میشن، مسجدی دارن، برنامه مذهبی دارن، اون هم ضرری به کسی، تا وقتی که بناش بر این نیست که بیان تو خیابون مزاحم مردم بشن و ازش از دلش مافیا و بسیج و اینا در بیاد، اگه به اینجا نرسه اون هم پذیرفته شده است. اما اسلام هویت، اسلام شریعت و اسلام قدرت، اونا پدیده‌های خطرناکی است که هر جامعه‌ای که بناش بر بنای عقلانی و علمی گذاشته شده باشه باید با این نوع، این انواع از اسلام باید مقابله کنه، نه تنها انواع از اسلام، انواع از هر دینی، چون اینا اساسش بر این هست که دین میخواد بیاد قدرت بگیره، مردم رو تحت سرکوب قرار بده، اون اسلام قدرت، یا اسلام شریعت احکام خاصی رو قرار هست بر مردم تحمیل کنند، یا اسلام هویت، اینکه هویت‌های همه هویت‌های افراد رو از اونها بگیرن، فقط یک هویت دینی براشون باقی بگذارن. خلاصه در محدوده اسلام عبادت و اسلام جماعت که خب اینها مبتنی است بر عقاید و باورهایی، افراد آزاد هستن، اما طرف مقابل هم کسانی که به اینها اعتقاد ندارن حق دارن اینها رو مورد انتقاد قرار بدن. عنوان مثال برم به سراغ همین بحث خدا. به نظر من مفهومی مثل خدا اصولا مفهومی نیست که از آسمان آمده باشه. در این دنیا هر چه وجود داره انسانی و زمینی است. خدا هم یک مفهوم زمینی است و این رو دینداران خلق کردند و نه بالعکس. در واقع دیندارها مخلوق خدا نیستند، خدا مخلوق دینداران هست. اصولا با مشاهده و تجربه و استدلال عقلانی نمیشه وجود چنین موجودی رو، حالا چه متجسمش چه نامتجسمش، چه همه چیز دانش چه همه چیز ندانش، چه همه توانش، خالق و ناظم و تمام صفاتی رو که برای خداوند میشمرند، اینها رو با عقل و علم و استدلال نمیشه اثبات کرد، نمیشه نفی کرد. یه مفاهیمی سیادهی ساختن در طول تاریخ و اینها جزء ناشناخته هاست، اثباتش اصولا غیر ممکن هست، چون تمام استدلال هایی هم که بر وجود خداوند میشه، مثل برهان نظم یا برهان علیت، اینا همه دوریه، یعنی توش فرض گرفتن که خدایی هست ولی خدا رو اثبات میکنن. اینها چیزهای خیلی جالبی است، حالا من به تفصیل نمیخوام اونجا برم، اما واقعش اینه که وقتی این استدلال ها رو شما خیلی سراخ کنید، میبینید که نه، این استدلال های دوریست و اون کسی که داری استدلال میکنه از قبل فرض گرفته که چنین چیزی وجود داره. اون چه که برخی از مؤمنان به عنوان تجربه خدا ذکر میکنند، غیر از توهمات و رویاهای خودشون نیست، که اونها مخلوق خود همین افراده. تنها استدلال کسانی که ادعای رویت خداوند رو میکنند اینه که به سخن یا روایت ما اعتماد کنید، که شما میتونید اعتماد نکنید. قرار نیست که ما هر کسی هر دعوایی رو آورد اینجا به حرفش اعتماد بکنیم. این خدایی که در ادیان وجود داره به نظر من تجسم نادانسته های بشر هست. بشر نمیخواد تن در بده که ما در عالم چیزهایی هست که نمیدانیم و نمیتونیم بدونیم، چون محدوده، چون دانش بشری محدوده، عقل بشری محدودیت داره. تلاش میکنیم، هر روز مشغول یادگیری هستیم، هر روز مشغولیم، داریم تلاش میکنیم که وسعت دید خودمون رو، چشماندازهای خودمون رو گسترش بدیم، اما بالاخره یه محدودیت هایی وجود داره. اون نادانسته های بشر رو اهل ادیان آوردن و اسمش گذاشتن خدا، برای اینکه به شما یه نظریه بدن که دنیا چجوری خلق شده، یا در دوره‌ای که هیچ ایده‌ای هم نداشتن از فیزیک و از شناخت تحولات درون ستاره‌ها و مواد و اینها،
یه مفهومی درست کردن به اسم خداوند که خداوند همه اینها رو باید توضیح بده، همه این نادانسته های بشر رو. بشری که همه توان نیست، همه دان نیست، همه چیز نمیدونه و نمیتونه باشه، با مطلق کردن قدرت و دانش اومده یه موجود خیالی رو آفریده تا بدون اتکا بکنه. خدا تجسم قدرت ها و توانایی هاییست که ما نداریم. این خدایی که خلق شده توسط بشر عامل و مدیر اموری است که از دست ما خارجه، اما میخواهیم تحت کنترل ما قرار بگیره، مثل مثلا زلزله، مثل بسیاری از بیماری ها، مثل بسیاری از تحولات جوی. بشر میخواد اینا رو تحت کنترل داشته باشه، ولی خب نمیتونه داشته باشه بسیاریش رو. اینا رو میگه اینا تحت کنترل خداونده. صفات خدا در واقع صفاتی است که انسان نمیتونه داشته باشه و اینها رو در واقع از خودش سلب کرده، داره میافکند برای یک موجود دیگر. در واقع انسان خدا رو از روی ناتوانیهاش خلق کرده. به همین دلیلم خدا یک مفهوم اثباتی نیست، یک مفهوم سلبی است. کسانی که نمیتونن وضعیت موجود خودشون رو که حالا تصور میکنن ضعف یا منجلابه یا هر ایده دیگری هم داشته باشن در مورد این دنیا، نمیتونن تحمل بکنن یک وضعیت قدرتمند، یک وضعیت ایدئالی، یک وضعیت نمنجلاب برای خودشون درست میکنن و اسمشو میذارن خدا یا جامعه دینی یا نمیدونم اسم طریق رسیدنش هم بهش میذارن ایمان و باور و اینجور چیزها. خدا منبعی است در اختیار دیندارها تا به اعمال و اتفاقات روزمره خودشون که واقعا روزمره هست، مثل زندگی همه افراد، یک وجه متعالی ببخشند. تصور کنن که در یه دنیای دیگه هم دارن زندگی میکنن در آن واحد. این مفهوم در واقع به باورمندان این امکان رو میده که به آنچه نمیدونن معنای بی معنا ببخشن. میخوان معنا ببخشن ولی واقعا معنایی وجود نداره. اینو معنی نمیده. بدین طریق نمیشه شما به دنیا معنا ببخشی. و از رنج تلاش علمی و عقلانی برای فهم رویدادها پرهیز کنند. در کنه مفهوم خدا، برخلاف آنچه که متکلمان و الهیون تصور میکنند، یعنی هستش، عدم وجودش نهفته است. یعنی شما این مفهومه که تصور کنید، اهل کلام میگن وقتی شما این مفهومو تصور بکنید در واقع تصدیقش هم توشه، ولی چنین نیست. شما چنین مفهومی رو که همه توان، همه دان، نمیدونم همه مشخصاتی که برای خداوند میگن، اینا که تصور کنید از تو دلش میتونید در بیاره که چنین چیزی وجود نداره. خدا یعنی موجودی که فقط برای تصور انسان آفریده شده. اصولا مسئله خدا و دیدن این عالم از منظر الهی یه انتخاب هست. یه دهی در سمت علم و عقل و دانش بشری که محدود هست. همه محدودیت‌هاش رو هم ما می‌دونیم. در واقع مدام بشر داره تلاش می‌کنه که این محدودیت‌ها رو اندک بکنه، ولی همچنان به افق خیلی گسترده است. یه عده هستن در سمت علم و عقل می‌ایستن، یه عده هستن اون سمت در سمت ایمان می‌ایستن. اینا رو نمیشه با هم جمع کرد. یه عده تلاش‌های بیهوده‌ای کردن که این دوتا رو با هم جمع کنن، بگن ایمان علمیه یا علم در واقع مبتنی است بر باور، اما چنین چیزی رو شما نمیتونید در بیارید. اینا پروژه هایی است که به هیچ نتیجه نمیرسه. اگر بخوایم درش خورد بشیم، من هم در میان مسلمانان، در میان مسیحیان بودن کسانی که تلاش کردن که اینا رو به هم جوش بدن، اما اینا جوش ناخوردنی است. حالا یک کسی میتونه مثلا خونش که میاد نماز بخونه، بعد آزمایشگاه بره کار بکنه، ولی این دوتا رو نمیتونه تو زندگی عملیش، میتونه اینا رو از هم جدا کنه کفهاشو، اما در عالم واقع یک فرد نمیتونه در آن واحد هم در چارچوب علم بر اساس قوانین طبیعی عمل بکنه، هم واقعا اعتقاد داشته باشه که این قوانین، همه این قوانین طبیعی دست یه موجودیه که هر لحظه بخواد همه‌شو میتونه به هم بزنه. این اصلا نافی علم و تجربه بشری هست. یک وکیلیست به اسم کلارنس دارو، یک وکیل چیز بوده، سکولار بوده در تاریخ امریکا در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20. این جمله خیلی جالبی داره، میگه که the fear of God is not the beginning of wisdom. میگه ترس از خداوند ابتدای عقل و خرد نیست. the fear of God is the death of wisdom. ترس از خداوند
در واقع مرگ عقلانیت و خرد هست. در دنبالهشون میگه skepticism and doubt lead to study and investigation. شما اگر شک داشته باشید، اگر امور رو درش تردید داشته باشید، این شما رو میبره به سمت اینکه دنیا رو مطالعه کنید، دنیا رو تلاش کنید بفهمید، تحقیق کنید، وارسی کنید. And investigation is the beginning of wisdom. و تلاش و جستجو و تحقیق هم این ابتدای عقلانیت و خرد هست. در واقع این دوتا، این که یه در رو در عالم اومدن و ترسوندن از خداوند و میگن این ترسه که برای شما مسئولیت میاره، این ترسه که برای شما اخلاق میاره، این ترسه که برای شما خرد به بار میاره، اینها به نظر من هم این آقای کلرنس درو هم به خوبی اینها رو میگه، اینها در واقع ابتدای بیخردی است. خرد انسانی باید محدودیتاش رو بشناسه، تردیدهاش رو جدی بگیره، تلاش روزمره داشته باشه بر اساس همین خرد تا بتونه دریچه‌هایی رو باز کنه و کارهایی رو انجام بده. شما در زندگی دینداران ببینید که ادعا میکنن که اسلام برای اونها همه چی آورده، یا مسیحیت یا دین یهود یا هر دین دیگری، اما هر آنچه که اونها روزمره ازش استفاده میکنن، اگر خوراکی هست مرتب میخورن، ناشی از انقلابی کشاورزی است. یعنی بشر یک روزی یاد گرفته که دانه بکاره، از دل طبیعت دیده که دانه ها رشد میکنن، این دانه ها رو که رشد میکنن گرد آورده، کاشته، بعد هم بهش رسیده تا اینکه تونسته محصول درو کنه، یا تونسته گله درست بکنه، یا انواع و اقسام شیر درست بکنه، نمیدونم آتش رو کشف کنه. اینا تلاش های بشری بوده در طی هزاران، شاید ده ها هزار سال بشر به تدریج یاد گرفته که چجوری زندگی کنه. اینا هیچ کدومش از دل دین در نیومده. دین اصولا چیزی از این داستان ها به کسی یاد نداده. اونایی هم که ادعا میکنن همش ادعاهای بی پایه و ادعاهای بی اساسی است. آنچه که بشر امروز موجب رفاهش هست و به او کمک کرده که در این دنیا عمر بیشتری داشته باشه، لذت بیشتری ببره، اطمینان داشته باشه از روز، از فرداش، اینها همه ناشی از علم و عقل بشر بوده و نه اون مسائل دیگر. اون بحثای مربوط به ایمان و باور و اینها، اونها در یه جاهایی به برخی از افراد کمک میکرده که التیام پیدا کنن، رنجاشون، آلامشون کاهش پیدا کنه، اتکا کنن به یک منبعی وقتی احساس ضعف میکنن، در حالی که اساسش مبتنیست بر توهم، اساسش رویا پردازیه. ولی خب این رویا پردازی ها به برخی کمک میکنه تا وقتی که ضرری هم برای دیگران نداره. به نظر من نباید اینها رو صرفا باش مبارزه کرد، من کرد. یه دوی هستن که با رویا و توهم زندگی میکنن و در رویا و توهم خودشون میتونن شاد باشن. چرا ما باید جلوی اونها رو بگیریم؟ یه کسی مثلا یک مجسمه در اتاقش میگذاره یا روزانه چندین بار بالا پایین میشه، احساس خوبی بهش دست میده، من این نداره. باید اون فرد باید آزاد باشه که از اون طریق احساس خوبی پیدا کنه. گرچه از یک منظر عقلانی علمی شما نگاه بکنید، اینها واقعا نتیجه مشخصی نداره. میان مثلا در مورد روزه فوایدش رو میشمرن، فواید بهداشتیش، فواید روانیش، در برابر تمام این استدلال‌ها چیزهای مقابل هم وجود داره. یعنی اینطور نیست که یک عملی که انسان انجام میده همش فایده باشه. انواع و اقسام ضرر رو هم برای افراد بشر داره. شما حالا درسته مثلا در طول یک روز 15 ساعت 17 ساعت غذا نمیخورین، بدنتون برخی از چربی ها رو میسوزونه، اما اون طرف بسیاری از افراد هستن که دیهایدریت میشن، آب بدنشون کم میشه و اینها بسیاری از مشکلات رو برای افراد به بار میاره. اینها دو طرفه است، یعنی هم مضارش رو میشه دید و هم فوایدش رو میشه دید، و افراد به نظر من خودشون باید بررسی کنن ببینن که واقعا در میان این هزینه ها و فایده ها، این که تصمیم بگیرن که مثلا یک روز از صبح تا شام غذا نخورن، این با بدن اونها چگونه رفتاری داره. و برای همون اساس در واقع حرف من این هست که اینها رو هم باید بر اساس تجربه و بر اساس مشاهدات باید بهشون پرداخت. اگر منفعتی دارن یا اگر ضرری دارن، از اون طریق ما بتونیم اینها رو بشناسیم. صرف این که آقا چیزیست که خداوند گفته و افراد باید مثل رمه
به دنبال یه دی بیفتن و تقلید کنند، اینها در واقع تحقیر افراد بشر هست. من خیلی عجیب به نظرم میاد که یه افرادی مثلا در چارچوب مذهب شیعه از افراد میخواهند که از یک فردی که به شدت از خود اونها بی سوادتر هست از اونها تقلید کنن، بعد اعتقاد به کرامت انسانی هم دارن. خیلی پدیده عجیب و غریبی است به نظر من این گونه تصورات و این گونه برداشت هایی که در میان برخی وجود داره. خب مقدممون خیلی به درازا کشید در باب ورود به این بحث محدوده‌های ممنوعه و خط قرمزها، که یکیش هم مسئله باور به خداوند هست، که اگر در میان دینداران کسی بگه آقا نه خدا ساخته دست بشر هست، این مساوی با کفر و زندقه به حساب میاد و افراد رو ممکن هست که در جوامع دینی از دم تیغ بگذرونن. به نظر من باید ما این محدوده‌ها رو بگذاریم و شروع کنیم به نقد این باورهای دینی، هر کسی به شکلی، به در واقع بر اساس مبانی که خودش تصور میکنه میشود این دیدگاه رو مورد نقد قرار داد. اما بحث مفصل تری که میخواستم در این برنامه در خدمت شما باشم، بحث مهدویت و وجود امام زمان بود. یکی از نکات خیلی جالب در شکلگیری و در واقع تأسیس نهاد روحانیت در ایران، روحانیت شیعه، این هست که اینها خودشون رو نائب امام زمان میدونن، معتقدن که یک امام زمانی وجود داره و اینها دارن از اون نیابت میکنن. کل این پروژه به نظر من توخالیه، چون اصولا امام زمانی وجود نداره که اینها او رو نیابت کنند. کل این پروژه، پروژه ساختگی است و مبتنی است بر هیچ. یه سریال تلویزیونی هست در امریکا که حدود 2 دهه پیش پخش شده ولی همچنان هم داره پخش میشه به اسم ساینفیلد، و خیلی جالب هست این وقتی که از سازندگانش میپرسن که این موضوع این برنامه چیه، معمولا پاسخ تهیه کننده ها و سازنده های این سریال به خاطر خود آقای ساینفیلد این هست که این برنامه در مورد هیچه، چون واقعا موضوع خاصی نداره، همین مسائل روزمره زندگی بشر هست دیگه. این داستان امام زمان و نیابت امام زمان و تأسیس روحانیت شیعه که اینها امام زمان رو نیابت میکنن، این هم به نظر من اساسش بر از هیچ در واقع درست شده و اینها اومدن یه همچین داستانی رو ساختند برای اینکه بر گرده مردم سوار بشن. بحث مهدویت یک بحث کلامی هست، یک بحث تاریخیه و یک بحث اجتماعی. هر سه وجه رو به نظر من میشه بهش پرداخت. من اینجا بخوام نشون بدم که وجود امام زمان نه یک واقعیت بلکه یک باور و اعتقاد صرف هست که مابعضای خارجی نداره، که در برخی از جوامع یا اقشار ریشه داره. این موجوداتی که در واقعی نیستن بسیارش هست که بشر به اونها باور داره دیگه. بعد هم در گذر زمان توسط یک گروه های مختلفی با نیازهای خاصی ساخته و پرداخته شده و پروبال پیدا کرده. اصولا بحث از امام زمان یک بحث علمی نیست که ما به دنبال شواهد مربوطش بگردیم، یه بحث اعتقادی و بحث دینیه. امام زمان اصولا یک موجود خیالی و داستانی است، مثل مثلا بتمن، مرد خفاشی، یا بیک فوت مثلا که در زبان انگلیسی میگن. در دنیای قدیم فرض فکر میکردن که یه موجودی هست پاهای خیلی بزرگی داره و در جنگل ها راه میره، یا مثلا مرد عنکبوتی، اسپایدرمن، مرد 6 میلیون دلاری، سوپرمن، فرشته، جن، غول، رستم. این موجودات همه موجودات خیالی هستند. امام زمان هم به نظر من یکی از همین موجوداتی است که روحانیت شیعه خلق کرده و به پیروان خودش فروخته، این در واقع با وجود این چنین موجود خیالی رو. اینها عمدتاً زایده تخیل بشری هستند. بحث از وجودشون از این جهت کاملاً بحث بیفایده و بیاساس و بیپایه‌ای هست. ما باید بحث کنیم که چرا برخی از افراد اینها رو خلق کردن. هیچ شاهدی هم غیر از خواب و خیال براشون وجود نداره. این ایده رو اگر به شکل تاریخی به سراغش بریم،
کاملا روشن هست که باورهای دینی در طول تاریخ ساخته و پرداخته میشن. اینها ساخته دست انسان هستن، مثل همین بحث خداوند که خدمتتون گفتم، در طول زمان هم به تدریج تحول پیدا میکنن. این باورهای دینی که امروز در برابر بشر گذاشته میشه در ادیان مختلف، اینها در طول زمان شکل گرفتن، تحول پیدا کردن. یک بار از آسمان به زمین نیومدن، سیر تکوینی زمینی داشتن. معذرت میخوام. اصولا دین و همه ابعاد و اجزایش پدیده‌های دنیوی و زمینی هستند. دین هم به عنوان یک نهاد اجتماعی، هم به عنوان یک مجموعه باورهای کلامی و هم به عنوان یک مجموعه دستورات امری که اینا برید اجرا کنید، یک مجموعه دستورات یه امر زمینی هست. مهدویت هم در این میان استثناء نیست. اصولا تعبیر مهدی در ادبیات شیعه قبل از امام 11 شیعیان غایب بوده و در تفاسیر قرآن عبارات دیگر توسط باورمندان به امام غایب چنین معنایی پیدا کردند. این تعبیر بعدها از متون مسیحی یهودی در واقع توسط مسلمان ها اخذ شده. باور به منجی در واقع یکی دیگه از ابعاد این داستان هست که یک کسی هست قراره که بیاد همه رو نجات بده، خواب و خیال و رویا، در میان شیعه تحت عنوان قائم مطرح می شده. در دوران بنی امیه هزاران ایرانی مسلمان شده که بهشون موالی می گفتن، پیش از اسلام آوردن به آخرالزمان باور داشتن. این هم یکی دیگر از ابعاد اون داستان هست، باور به چیزی به اسم آخرالزمانه که دنیا یه روزی به پایان میرسه. این هم از اون داستان‌های عجیب و غریب، دنیا هیچ روزی به پایان نمیرسه. این داستانی که هست، این موجوداتی که هستن همچنان هستن، وجود ناوجود نمیشه یک روز. و این باور رو به میان مسلمان‌ها آوردن این موالی. این باور در میان پیروان کیسان ابو عمره جاری بوده. بعد دینوری اینها رو نقل کرده، این دیدگاه رو. در ایران برخی از کیسانی ها که کشته می شدن، پیروانشون معتقد داشتن که اینها به غیبت رفتن، نمردن، دوباره بر می گردن. این همین دیدگاهی هم که برخی مسیحیان در مورد مسیح دارن. یکی از کیسانی ها به اسم اسماعیل ابن محمد ابن یزید پیرو امام ششم میشه و این ایده رو به امامیه نقل میکنه. این در آثارشون هم اینها رو، این بحث رو اینها ذکر کردن. در واقع مهدی نه در زمان ائمه شیعه و نه بعد از اون صرفاً به پسر مفروض حسن عسکری اطلاق نمی شده، یه ایده بوده. گروه واقفیه باور داشتن که امام هفتم نمرده و همون مهدی هست. این باور در دوران بنی عباس قوت و پیروان بیشتری رو پیدا میکنه. بنابراین مهدی یک باور بوده که در برخی از احادیث ائمه شیعه هم بهش اشاره شده، تحت عنوان اعتقاد به اینکه چنین چیزی باید باشه، نه اینکه چنین چیزی هست. کسانی که قرنها و دهه‌ها قبل از زمان تولد مفروض این امام زمان زندگی می‌کردن به این ایده اشاره کردن، نه اینکه داشتن پیش‌بینی می‌کردن که این میاد. اصولا می‌گفتن آقا چنین چیزی لازمه باشه. تنها برخی از شیعیان گفتن که امام حسن عسکری چنین فرزندی داشته، اما نه کسی تولدش رو دیده و نه کسی رشدش رو شاهد بوده. بدین ترتیب دلیلی گواهی دهنده بر مشاهده پدیده‌ای به اسم امام زمان وجود نداره. پس از مرگ حسن عسکری 14 گروه که پیرو امام حسن عسکری بودن، فقط 2 گروهشون به ایده واقفیه یعنی فرزند امام 11 به عنوان مهدی اعتقاد داشتن. یکی از این 2 گروه هم باور داشته که نمیشه امام حسن بدون فرزند بمیره، نه اینکه فرزند داشته ها، فرض بر این بوده است که نمیشه این آدم بچه نداشته باشه. باوره، هیچ ربطی به مشاهدات واقعی نداره و فرضشون این بوده که نمیشه جهان از حجت خدا خالی باشه، بنابراین این امام باید فرزند داشته باشه، فرزند باید غیب شه، باید بره مثلا تا آخر زمان باقی بمونه برای اینکه زمین از حجت خدا خالی نمونه. این که زمین از حجت خدا خالی نباید بمونه، این یک باوره، هیچ ربطی به عالم واقعیت نداره. بر همون اساس هم این امام زمان رو اینها خلق کردن. در واقع اینا یه قاعده‌ای درست کردن به اسم قاعده لطف که خدا باید به بشر لطف کنه، بر اساس این قاعده لطف باید چنین چیزی باشه، نه اینکه چنین چیزی هست. برخی از شیعیان حتی باور داشتن که خود امام 11
غائب شده و نه فرزندش. عثمان ابن سعد عمری و پسرش که محمد ابن عثمان نواب امام های دهم و یازدهم بودن، این دو نفر ادعا کردند که نماینده فرزند حسن عسکری هستند. بعد از اونها ابن روح و علی ابن محمد سامری خود رو نواب امام دوازدهم معرفی میکردن. ابو سهل نوبختی همکار همین آقای عثمان ابن سعد بوده. آنچه از این افراد در هر دوره از امام زمان شیعه نقل میشه، فقط یک نفر آدم بوده میگفت من با این آدم ارتباط دارم. بعد شما در چارچوب همین اعتقادات در واقع علم روایت شیعه، خبر واحد خبری نیست که شما بتونید بهش اعتماد کنید. یه نفر میاد میگه من با آقای امام کسی به اسم امام زمان ارتباط دارم، نامه میبرده، پیام میبرده. شما نمیتونید به حرف کسی چنین کسایی اعتماد داشته باشید، چون این اصولا برای اونها یک مغازه بسیار بزرگی بوده، از این طریق کلی عایدات و سهم جمع میکردن. در دوره‌ای که دوره غیبت صغرا نامیده میشه، این کسانی که ادعا میکردن که نائب اون امام زمان هستن تلاش میکردن که قدرت خودشون رو تحکیم کنن، مدعیان مهدویت و پسر امام یازدهم بودن رو بقیه رو کنار بگذارند، تا جایی که تونستن انحصار نیابت رو در میان شیعیان جا بندازن. اولین حکم، این خیلی جالبه، اولین حکم امام غائب به ابن روح پس از جانشینی عثمان این بود که امام نیابت این آقا رو تایید کرده. در واقع اولین حکم اینه که من جایگاه خودم رو محکم کنم، معذرت میخوام. یه خبر واحدی داره میاره برای تایید خودش که دلیل رد اون هم در واقع میتونه همین موضوع باشه. اما در همین دوره ادعای رابطه مستقیم با امام غائب داشتن، چون وقتی شما یه بازاری رو ایجاد کردید دشوار هست که این رو انحصاری نگه دارید. وقتی امام زمان درست کردید، خیلی ها میانه، هنوز هم در ایران مدام افرادی هستن که میان نه تنها ادعای امام زمانی بلکه ادعای پیغمبری میکنن. شما وقتی که یه مغازه زدید، بیاد میبینن که مغازه خریدار داره جنساش، میان یه مغازه دیگه کنارش میزنن. این داستانی است که در طول تاریخ بوده دیگه. علی ابن محمد سامری در حال مرگ یه حکمی رو برای اینکه این بازار رو ببنده، بازار آزاد رو، یه حکمی از امام غائب ارائه میکنه که دیگر نائبی در کار نخواهد بود. پایان داستانه. یعنی اینجا ما بازار رو میبندیم، در این بازار رو میبندیم، فقط به ما اختصاص داشت. این امر قرار بوده که از وجود رقبای دیگر در بازار مهدویت و قائمیت جلوگیری کنه، اما در تاریخ شیعه چنین اتفاقی نیفتاده. برای زیدیه هر علوی قائم هست، محمد ابن اسماعیل برای اسماعیلیه قائم هست و عبدالله برای فاطمیون. در دوره تیموری و مغل هم برخی از صوفیه ادعای قائم بودن داشتن. ایده غیبت از آغاز جزء ایده های بنیادی شیعه امامیه نبوده، بلکه بعدن چنین شأنی رو پیدا میکنه. شیخ مفید، شیخ شریف مرتضی و شیخ طوسی در قرن 4 هجری این ایده رو که در عصر غیبت قوانین الهی باید موقتا تعلیق شده و کنار گذاشته بشن، اینو رد میکردن، چون این در واقع چیزه، نوعی تعلیق قوانین الهی هست. شیخ طوسی در کتابی داره که به اسم الغیبه هست، الهیات این موضوع رو بر اساس ایده های سنت آخرالزمانی به صورت نقلی عرضه میکنه. به صورت عقلی شما نمیتونید از چنین چیزی دفاع کنید. همونطور که عرض کردم، این ایده مهدویت متشکل از 5 ایده هست که در کنار هم قرار گرفته و این داستان رو ساخته. یک ایدهش ایده چیز هست، ایده مهدی عباسیون هست، یا همون امام انقلابی. اسماعیلی هم به دنبال امامی بودن که به رنج علوی ها پایان بده. همین داستانی که امروز در ایران به اسم رهبر انقلاب مطرح هست، این همون داستانه. دوم، باور به آخر الزمان، که در دوران بنی امیه این باور مطرح بوده و از جای دیگه دنیا اومده و در میان مسلمان ها رواج پیدا کرده. سوم، به نامیرا، ایده در واقع نامیرا، فردی هست که نامیراست، در واقع همون پشوتان در میان زرتشتیان و موالی بوده، از ایرانی ها منتقل میشه. چهارم، ایده غیبت و بازگشت بعد از مرگ، که این ایده رو گفتم خدمتتون از کیسانیه بوده، اینها از علویان اولیه بودن،
که محمد ابن حنفیه پسر علی رو مهدی میدونستن و بعد از مرگ منتظر بازگشت وی بودن و بعد از شکست مختار در کوفه شک گرفتن، اینا به غیبت باور داشتن. بعد نظاریه اون رو به بازگشت از غیبت تحول بخشیدن این ایده رو. و ایده پنجم هم سلطه جهانی است، اینکه این آقایی که قرار بیاد قرار هست که بیاد تمام دنیا رو تحت سلطه خودش بگیره. این هم از ایده قلات شیعه بوده، شیعیانی که اهل قلوف بودن. اینها مجموعاً شده حالا امروز این ایده امام زمانی که امروز در میانش شیعه جاری هست. تحول تاریخی پیدا کرده. اینا ایده هایی نیست که از روز اول به همین شکل وجود داشته، مثلا در 1400 سال پیش. اینا کاملا زمینیه، این ایده ها ایده های زمینی بوده و به تدریج شکل گرفته تا به امروز ما به اینجا رسیدیم. اما در مورد استدلال هایی که ادعا میشه که بر وجود زمان امام زمان وجود داره، دو نوع استدلال معمولا عرضه میشه که هر دوش به نظر من بی اساس و بی پایه است. یک استدلال اینه که از نیاز به وجود میرسن. یه عده معتقدن که ما به وجود حجت بر روی زمین یا امام زمان نیاز داریم، بنابراین هست. خیلی استدلال عجیب و غریبی است که شما فرض کنید هر چی شما بهش نیاز دارید باید باشه. من الان مثلا به یک جت احتیاج دارم، بنابراین روبروی خونمون ظاهر میشه. البته خب این دلیل برای کسانی که به خدا و فیض معنویش در قالب یک فرد باور دارن، خب میتونه این ایده به اونها فروخته بشه. دلیل عقلی ادعایی در واقع ضرورت هدایت انسان ناقص هست، در حالی که میشه پرسید چرا باید به این ایده باور داشت و عدم کمال انسان رو مفروض نگرفت یا انسان رو موجودی برای خود و واگذاشته به خود فرض نکرد. هدایت الهی یا مثلا حجت الهی میتونه از طریق آموزه ها تعین پیدا کنه و نیازی به وجود فرد مبعوث شده یا از سلاله یک خانواده نیست. به همین دلیل مهدویت جزی اساسی از دین و دینداری و مسلمانی نیست، اما جزی از باورهای شیعه دوازده امامی هست. استدلال دوم رسیدن از امکان به ضرورت. میگن امام زمان ممکنه یادمی باشه که هنوز زنده باشه. نوح 950 سال عمر کرد، همه چیز رو نمیشه به تجربه بشری محدود کرد. بر فرض اینکه چنین چیزی هم ممکن باشه، شما نمیتونید به وجودش به ضرورتش برسید. خیلی چیزا در این عالم ممکنه. ممکن هست مثلا یک موجوداتی هم در کرات دیگه باشن که شکل دیدید در فیلم‌های علمی تخیلی دیدید با این شکل‌های عجیب، همش ممکنه ولی ما دلیلی بر وجودشون نداریم. این همش در واقع میره به سمت تخیلات و باورها. برخی معتقد هستن چون وجود فردی غائب از نظر ما ممکن هست، بنابراین وجود داره. این استدلال در واقع اساسش بر خلطه. چنین استدلالی مثلا نمیشه استدلال اینجوری کرد. بسیاری از امور در این عالم ممکن هستند مثل موجودات فرازمینی، اما ما دلیلی برای وجودشون نداریم. وجود امام زمان هم به فرض امکان با دلیل و مدرک اثبات پذیر نیست. دلایل نقلی که عرض کردن حتی سست‌تر از دلایل عقلی است. احادیثی که از ائمه شیعه برای وجود امام زمان میارن اصولاً بی‌پایه‌اند، چون امام اول یا پنجم نمیتونسته بر وجود فردی که 200 سال بعد به دنیا میاد شهادت داده باشه. اگه سخنی هم ائمه شیعه گفته باشن در این مورد، در مورد ایده امام زمان هست، نه در مورد وجود امام زمان، و شما از ایده به واقعیت نمیتونید برسید. نکته دوم این که در زمان غیبت صغرا هر چه در باب امام زمان گفته شده همش خبر واحد هست و غیر قابل اتکا، چون در هر دوره فقط ادعا شده که یکی از نواب با این فرد ارتباط داشته. اسمی از مهدی در قرآن هم نیومده و نمیشه باور به ایده مهدویت رو به صدر اسلام قرآن هم نسبت داد. دلایل قرآنی هم که مفسران شیعه عرضه کردن همش تفسیر به رأیشون بوده از عبارات و آیاتی که ده ها نوع دیگه میشه اینها رو فهمید. اما از لحاظ اجتماعی این بحث آخر زمان و امام زمان به نظر من آخر زمان بازگشت ناجی از جنس وعده های بهشت بر روی زمین و نابودی شر هست که حتی به ادیان هم اختصاص نداره. در ایدئولوژی کمونیسم هم شما همین جا داستان رو میبینید که در انتهای دنیا یه جامعه کمونیستی آلمانی درست میشه. جنبش های اجتماعی به وعده کردن ناجی و رهبر فرهمند و جامعه آلمانی که اون تأسیس میکنه برای بسیج اجتماعیشون نیاز دارن. موعودگرایی مخصوص شیعیان
موعودگرایی اصولا مخصوص شیعیان نبوده، نه به این معنا که همه اهل دین به این معنا باور دارن، بلکه به این معنا که ادیان در مرحله جنبش و نهضت بودن بهش نیاز داشتن. یه نمونه جالبش جنبش عبدالله ابن زبیر علیه بنی امیه در سال 681 که از جمله همین نهضت خواست. در دوران اخیر هم در افریقا ما جنبش های مهدوی داشتیم که در شمال افریقا بودن و از همین ایده استفاده میکردن برای بسیج اجتماعی. ناجی پنهان در ادبیات یهودی، در ادبیات مسیحی و زرتشتی وجود داره، نه بدین معنا که همه اون رو قبول دارن. اینا مسلمان ها خیلی جالبه، اینا رو میگن به من میگن همه قبول دارن، نه خیلی بحثن که قبول ندارن، بلکه به این معنا که این ایده در ادیان ابراهیمی در مرحله جذب نیرو و بست این جنبش ها مطرح بوده. این ایده البته مثل نماز بارون یا وجود فرشتگان یا شیاطین در بخش‌هایی از جمعیت خاورمیانه‌ای زمینه پذیرش داشته و خب ایده اومدن و این ایده رو پذیرفتن. حالا زمینه‌های باور اجتماعی این ایده چی هاست؟ چه نکاتی است؟ من به 5 موردش اشاره می‌کنم. در برخی از جوامع هست که این نوع اندیشه می‌تونه رشد کنه. 1. جامعه‌ای که به دنبال تحولات تدریجی برای بهتر شدن اوضاع خودش نیست و تغییر یکباره اونم تغییر پر از خشونت رو میپسنده. امام زمان باید بیاد همه شرور عالم رو اینقدر از بین ببره که تا زانوی آدمیان رو خون بر روی زمین پخش بشه. دوم، در جامعه‌ای که انسان با علم و عقل و دستاوردهاش آشنا نیست یا اونها رو برای رسیدن به اهدافش کافی نمیدونه. سوم، در جامعه‌ای که داستان سرایان جای سیاستمداران و سیاستگزاران و مدیران رو میگیرن. چهارم، در جامعه‌ای که مدیریت علمی وجود نداشته و مردم باهاش آشنا نیستند. و پنجم، در جامعه‌ای که انسان محدودیت‌های خودش و جامعهش رو نمیشناسه و رو میاره به رویا و داستان پردازی و موجودات عجیب و غریبی که قرار هست که بیان به این محدودیت‌ها رو رفع. این محدودیت‌ها با علم و تکنولوژی و تلاش بشری قابل رفع هست، نه با ایده های مثل ایده امام زمان یا معجزه یا کارهایی که ادیان شفاعت، بستن خود به پنجره فولادی برای شفا پیدا کردن که تمام این داستان ها البته خب برای مدام در دستگاه تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی میاد برای اینکه مردم رو خام کنند و کالاهای خاصی رو، همین ایده ها رو و حکومت دینی رو به اونها بفروشند. بنابراین بحث من در این جلسه عمدتاً این بود که ایده هایی وجود دارد در ایران در میان باورمندان که این ایده ها خط قرمز به حساب میاد، در حالی که اصولاً ایده های پوچ و توهی است. یکیش هم همین داستانه امام زمان و مهدویت هست. شما از هر سمتی که بهش نگاه بکنید، در چارچوب های نقلی، در چارچوب های تاریخی، عقلانی، اجتماعی، میبینید که این ایده ساخته دست بشر هست و قرار بوده که یه عده رو با این ایده در واقع به سمت‌های خاصی ببرند و خب در یه دوره‌هایی هم موفق شدن، اما بشر به تدریج بیدار میشه. اینطور نمیمونه که بشر همیشه در خواب غفلت بماند. این سیر تحول بشری این بوده، فراز و نشیب داشته. در یه دوره‌های افراد بشر فکر می‌کردن دوباره برگردن به یه ایده‌هایی، ولی در سیر تاریخ که شما نگاه بکنید، بشر کم کم خودش رو، این زنجیرها رو کم به تدریج از پای خودش باز کرده. همچنان برای من ایمیل و از هر طریقی تونستید، عمدتاً ایمیل هست، نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو بفرستید. من خوشحال میشم، حتما اونها رو میخونم، به اونها پاسخ میدم، در برنامه هم بهشون خواهم پرداخت. و همچنین برای تلویزیون اندیشم بفرستید، به دست من این نکات رو خواهند رسون. تا هفته آینده که در برنامه دیگر در خدمت شما خواهم بود، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.